عجیبه. من باید خوشحال بشم که این معامله رو کردم. یه هتل به این قشنگی، تمیزی، تو بهترین نقطه، با بهترین امکانات زیر قیمت خریدم. اون وقت اون خوشحال بود و بشکن میزد. چرا؟ دیوانگی، دیوانگی آقا. جز این که بگم زده به سرشون، هیچ چی دیگه نمیتونم بگم. ولی تا وقتی که تو معذرت داشت امضا میکرد که عاقل بود. بله. خب بله، میخواستم همینو بگم که تو فروختن خیلی عجله داشت. چرا؟ بله، همینطوری که میفرمایین. یعنی همچی چکور از من گرفت، اینهو تیری که از شله کمون رها بشا یهو پرید. بله دقیقا همینطوری که میفرمایین. انداخت؟ چی رو قربان؟ هتلو رو میگم. نه قربان، همینطوری که فرمودین شما بهترین معامله رو انجام دادین. پس چرا یهو پرید تو خیابون و برای خودش هو کشید؟ قربان به تنگ اومده بود. چرا؟ یعنی منظورم اینه که هتل داری که کار هر شخصی نیست، لیاقت میخواد، کفایت میخواد، از همه مهمتر ریاست، مدیریت. بله ایه، درستش ایه، مدیریت میخواد که یه آقا نداشت، درستن؟ بله بله. اداره کننده میخواد عزیزم، نه؟ بله. ای آقا مال ای کارو نبود عزیزم. نخه، یعنی منظورم اینه که شما واقعا بار بزرگی در دوشش برداشتین. فکر کنم تا آخر عمر شما رو دعا کن. خب منم همینطور، منم میخوام کاری کنم که این هتلو بعد از یه سال 10 برابر قیمت امروزش بیارزه. خب منم به باعث بانیش دعای خیر میکنم. روشن شد؟ بله انشالله. من به نمایندگی از طرف کارکنان این هتل ورود شما رو خیر مقدم عرض می نمایم و اعلام می دارم که کارکنان این هتل با جان و دل برای پیشرفت و اداره این هتل در خدمت شما هستیم. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. خدا کنه که موفق بشید. ولی بگو موفق باشم که چی؟
که هیچی دیگه، یعنی موفق باشید انشالله. همین. بفرمایید آقایون سر کاراشو. بفرمایید. در خدمت هستم. یعنی چی چی؟ الان باید رستوران پر مشتری باشه. چرا هیچ کی دی اینجا؟ بس غلغله باشه. ببین آقا، بهتره با من رو راست باشی. خودت میدونی از حالا به بعد صاحب ای هتلو من هستم. درسته یا نه؟ بله آقا. خب پس مشکل چیه؟ چرا همه به جایی که به من تبریک بگن و خوشحال باشن با دلسوزی و دلسردی به من نگاه میکنن؟ به خصوص خود شما. والا چی بگم آقا؟ مشکل مشکلی نیست. این هتل از هر جهت بی نظیره. از نظر ساختمون، سرویس دهی، محل، موقعیت. اینا رو که میدونم عزیز من. لب به مطلب رو بگو. یه دقیقه تشریف بیاری. بفرمی. آه چی چیه؟ مشکل اونه. بفرم آقا جون. اونم دیدیه شما. نوشی جونتون. قربونت برم آقا. قربونت. غذا ما چی شد؟ نوکرم داشتی الان غذا تمیارم. دو دقیقه تحمل کن الان غذا تمیارم. اونه که همه این درد و سرها رو برای این هتل به وجود آورده. چرا؟ چه درد سری؟ والا شما خودتون که بهتر از همه میدونین درآمد هتل بیشتر از طریق رستورانش. درسته؟ ها بله درسته. نیست. از درآمد خبری نیست. یعنی چه؟ نمیفهمم. یعنی که تمام مسافرها فقط اینجا میخوابن. همین. صبحونه، نهار، شامشون اونجاست. آقبی خسته شدم جون خودت. ول کن اون قناری را آخه. چی چرا؟ قضا نداریم دارن قرقر میکنن سر من. اصلا من خورد کردن آخه. باشه برو شکلات تعارف کن، عذرخواهی بکن. بگو فردا تشریف بیارین. از همه عذر میخوایم. غذامون تمام شده دیگه. چاره ای نیست. بگو فردا تشریف بیارین. در همین مکان از همین غذاها به شما داده میشه. و یه ساعت آخر نشستم. من چجوری بهم میگم عذرخواهی کنم؟ بالاخره دیگه خودت میدونی سریوس دیگه. با زبانی که بلده. همه رو بگو فردا تشریف بیارین. نوکر همه هستم. قربان شما. آقا هم غذا چی بایه؟ غذا تمام بایده. ندارنی؟ ندارنه. فردا بیارنه دارنه. من چاکرتم. قناری. بخور یه شکلات بخور. قیافت رو تلخ نکن. یه شکلات بخور. فردا اول وقت بیا خودم نوکرت باشم. ببخشید قناری. فردا دارنه. خانم جان. خانم جان. خانومی. خانم جان. هیچ. چی میخواستی باشه؟ این تخت وسطی پدر منه در آوردن خانم جان. من خودم هم این فلفله دور خودم میچرخم. یکی یکی. بابا دو ساعت غذاشو سفارش داده. هر دفعه رد میشم همین میگه داشی غذای ما چی شد؟ این روده ما داره یک قل دقل بازی میکنه. همون بهتر تو میرفته اون پیشه میشدی. قربونه شما خانم جان. بالاخره شما فهمیدی ما سینمایی هستیم. خیلی قلامتی. Thank you.
آرنولد چیکار میکنه بیچاره سختی چیکار خانم جان هر چی میخوای بگو من دارم فردا صبح میرم بندر لینگه این چیزی که نوشته شما فوقش بشید دو لینگه اگه چیزی میخوای بگو فردا نگه اون وقت خودتو با من چیکار چرا اینا رو گرفتی بعد اینا رو میگرفتی بگو هر چی میخوای بابا هر شی جزیرده وار تو فقط همینه که نوشته شده بخر بیا خانم جان من فردا قراره بشم سندباد بحری میخوام یه چشتی بزرگ از بندر لینگه بار کنم بردارم بیارم اینجا هر چی میخوای بگو دیگه ما هم که فروشمون الحمدلله خیلی خوبه وای نکدر دانش هستن نه بابا هیچی نمیخوایم دیگه بعدم پشیمان نشی پشیمان سود نداره نه خیر آقا جون باش فردا نگی خودتو با من چیکار داره فردا سوپ پس من برم کاری نداره بابا برو از چیش تا لینجه رفتن برگشتن یه سفر خودش بگو دیگه خانم جان ببین با من اذیت نکنو فردا نگی دیگه خودتو با من کار نداشته باشی این همینه دیگه کاری نداره من سوپ میرم وای نکدر دانشستان پس کار دیگه ای نداره یه نصف روز میخواد بره ببین چه گشگرگی را انداخته بابا جزیره رو گذاشتی رو سرت خیلی منم اون مسافر خسته دریا تنهای تنها ای مسافر عاشق خسته به امید تو روی اسکله نشسته ای مسافر عاشق خسته دادای هم خوانندگی هم ورزش نمیشه ببین آقا ببین عزیزم کسی رو میخوام که اینجا رو بیریزه به هم کاری کنه که همون شما اولا مثل بم صدا کنه طوری که رو میز هیچ رستورانی حتی یه پرس غذا هم چیده نشه چه برسه به این رستوران زپرتی زهوار در رفته بغل پیاده رو ها ها حالا ببینم چی کار میکنی چی بگرد عزیزم بگرد سینما رادیو تلویزیون جشنا عروسیا وجب به وجب بگرد تو پیداش کنی ببین من بهترین و زبردسترین و فرسترینش رو میخوام میخوام طوری باشه که هم تو برنامه اولا خودم حیرونش بشم سروس بابا خزانت بکش زهر شد بلنش این تخته رو یه مرتب بکن بعد بابا نیاد چه قرصن من کسی رو میخوام که خروس رو وادار کنه تخم بذاره و الا مرغ که کارش تخم گذاشتنه آها نه عزیزم او که اصلا توی مایانی من میگم کسی رو میخوام که خودمو وادار کنه شاخ در بیارم یعنی کارشو میبینم شاخ در بیارم سیریوس بیا برو ببین رو اون چی نوشتن رو کدوم اون برم چیکار کنم برو بخون صبح اول صبح اینم حال داره ها ما رو از خواب بیدار کرده خوبه اینجا؟ آره همونجا واسه بلند بلند بخون گل می روید زباق گل می روید هر کی صبح بلند شه در صورت می شوید ببارون صدا تو نگفتم که آواز بخون اونو بخون اینجا چه حیوانی نگه میدارن؟ اینجا همه جور حیوان هست از شتر گرفته تا قورباغه نه بیشتر چه حیوان نگه میدارن؟ اینجا بز همه بز دارن هم شیر میده هم طاقتش زیاده بز دارن چی؟ نه عزیز من کی گفتم بز میارن قربونت برم گفتم بز نگر میدارن آها چرا نمیشه؟
اتفاقا خیلی خوب میشه. ای بوتونه از تو فنجونی، لیوانی، پارچی، بز در بیاره شاهکار کرده. والا از تو لوله و جعبه کفتر در آوردن که کاری نداره. بابا من که کار مهمی ازش نمیخوام. من که نگفتم مثل یارو از دیوار چین در بره. گفتم بز در بیاره. بز. بز در میاره؟ بله. جلو چش خودت در میاره. میگن از تو استخوان یه بز در میاره. ای بر پدر دروغگو. میگه نه. ببریم ببینیم. سیروس. ببریم بشین. اگه در نیاورد یه شام مهمون منی. سیروس. چیزی نیست خانم جان. با من و شما کاری ندارن. برای خودشون نشستن بز در میارن. بز در میاره که چیکار کنه؟ هیچ. در میاره ولش میکنه. اه. خب بره تو خونهش بشینه بز در بیاره. بعدش هم ببره بفروشه. اینجوری بیشتر پول پیدا میکنه که. آخه یه بز بیشتر نیست. در میاره نشون میده دوباره میذاره سر جاش. خب بگو دیوونه است دیگه بابا. نه باشه. چه ریختی این توی ظرف آشغاله؟ مگه چیه؟ من فکر کردم آشغال دونیه دیگه. فکر میکنه چشمه تایتانیک سوار شده. چشماتو وا کن، عقلت هم به کار بنداز، صد آشغال پیدا میکنی خودت. ندیدم من خوب بکرم. چرا اینجوری میکنه؟ مگه اینجا آشغال دونیه؟ بریزم زمین، ظرف آشغالی دیگه. درست صحبت کن خانم، آشغاله توی آره بابا این چیه دیگه؟ فکر میکنه نروژ داره میره. خانم شما میشه بیاین بشینین اینجا من برم اونجا دم پنجره بشینم؟ برای چی؟ برای اینکه تا میدونه من بعد بیرون رو ببینم، اگه بیرون رو نبینم حالم به هم میخوره، دلا شبا میگیرم. این دیگه به خود شما مربوطه. نه اینکه به دریا عادت ندارم، اکثرا با هواپیما پرواز میکنم. اینی که بعد لب پنجره بشینم. منم اونجا بشینم حالم به هم میخوره. شما بیاین اینور من برم. نه خیر آقا، لازم نکرده. من میگم خانم این مشمانی که اینجا بود بذار اینجا، توش هرچه داره بریزی تو کیفت، مشمانی بذار اینجا اشکال دونه خونو. برای چی؟ پس من این پوستشو کجا بریزم؟ بخورید. بخورم؟ بخورم که دیلم درد میگیره. چکو میکنم؟ یه مشمان چیزی نیستش. آقا چکار میکنم؟ کشتی که جای تخم خوردن نیستش که خوشه تخم میخوری. خب من چکار کنم؟ حوصله‌ام سر میره. چطوره؟ سلام برست.
سلام استاد، نوکرتم، رسیدم بخیر. چی بر من سوغاتی آوردی استاد؟ کوفتون یکیه. این همه راه رفتی بر من کوفته آوردی؟ زحمت کشیدی بابا، اینقدر خانم جان کوفته داده خوردیم دیگه حالمون از کوفته به هم میخوریم. نخور. آی ابراهیم جلدین، چه خبر، چی شد؟ سلام خانم جان. ستاره هر چی که سفارش داده بوده خریدم، همه شد دوتا خونه. خوبه. چه خبر؟ اینجا شلوغ پلوغ شده مثل که. آره صاحب تازه اومده، اون فروخ رفت یکی دیگه خرید اینجا رو. پس صاحب قبلی رفت. بله اون فروخ یکی دیگه خرید، اما آی زرنگه، آی زرنگه، روزی که تو رفته کارو شروع کرد. کار اون شروع شد، کار ما خوابی. برای چی؟ چرا؟ بیا تو تا بهت بگم چه بلایی سرمون آورده. چه بلایی سرش آورده؟ قناری شعبده باز آورده. بیا بریم با اونا دوست بشیم، بریم مجانی نگاه کنیم، کیف کنیم. جان تو دهنتی ببن، دهنتی ببن. چرا؟ زهر مار. چرا؟ اونا رقیب با ما. شعبده باز؟ شعبده باز چیه؟ تعطیلش کردم آقا، کاری کردم که دیگه پای هیچ بنی بشری اونجا نمیرسه. خودش میمونه و تختای خالیش. قول میدم یه هفته نمیکشه که جلپلاسشو جمع میکنه و از اینجا فلنگو میبنده و میره. گفتین صاحبش کی بود؟ والا یه مادر و پسره که اونجا رو اداره میکنه. پسرو هم رفته بندر، هنون نیومده. اومد، اشتباه نکرده باشم خودش بود. ای تو دیدیش؟ یعنی باش حرف زدی؟ بله، چقدرم از آشنایی هم خوشبخت شدیم. کاربارمون په کساد شده بود. روزی دو سه تا بیشتر غذا نداشتیم. من میپختم این سیروز کوفت میکرد. اما اون وقت بر کشتونشون بود. جا نبود هیچ شبی. یعنی چی؟ مگه میشه؟ شعبده باز یعنی چی؟ چی کار میکرد مگه؟ ببین آقبی، یه جعبه داره، یه آدم داره که اون آدمه رو گاهی وقتی بزغاله میکنه. بابا آدم میره تو جعبه، بزغاله میاد بیرون. مگه میشه آخه؟ منم اولش میگفتم نمیشه، اما سیروس رو یواشکی فرستادم اونور، رفتید بله میشه. نمیشه، یا بزغالش بزغاله نیست یا آدمش آدم نیست. بزغالش که بزغاله بود، آدمش هم آدم بود، یا آدم درسته. من خودم دیدم. تا من خودم با دوتا چشای خودم نبینم باور نمی کنم چی آدم میره صندوق بزغاله میاد بیرون. نمیشه والله ابراهیم. یه هفته هم اینجوری جلو بره ها، بعد هتل پیاده رو تعطیل کنیم بریم. هیچ یولی یخت. اگه اون آدم میکنه تو صندوق بزغاله در میاره، من آدم تو صندوق میکنم دایناسور میکشم بیرون. آقبی دایناسور کیه؟ دایناسور چیه؟ دایناسور بابا یه ذره جغرافی نمیدونه. کی شاگرد ماست؟ مرحبا رستوران. بفرمایید قربان. صندل خاله نداره این میز خاله دخترش. بفرمایید قربان. بفرمایید قربان. انا سنشاین. خانم ها و آقایون توجه بفرمایید، توجه بفرمایید. هم اکنون شعبده باز شهیر نامدار مستر راجو ساجی خان هندی، این معجزه‌گر غرق، با عملیات حیرت انگیز خود شما را غرق تعجب خواهد ساخت.
مطمئن باشید که هیچگاه شاهد چنین صحنه‌هایی نبوده و نخواهید بود. این جادوگر بی همتا در مقابل چشمان همه شما کارهای غیر ممکن را ممکن می کند. این شما و این هم مثل راجو ساجی خان هندی از کشور هندوستان. میگم خانم جان بهتر نبود میرفتیم غذامونو اونجا میخوردیم؟ شو بعد بازی هم نگاه میکردیم، کیف میکردیم. غذاتو بخور، غذاتو بخور، نمیخواد نمش به زخم من بپاشی. شو بعد بازی میدیدیم. آخه این همه غذا که مونده اینجا اگه تا صبح بمونه خراب میشه ها. خب ببر بده محله قدیمی ها، بده مردم بخورن. بله محله قدیمی ها؟ یه بار ببری غذا اونجا بدی از فردا شب منتظرن غذا براشون ببری. وا من طلبکارم؟ طلبکار نیستن خانم جان، ولی دست پخت خانم جان رو یه بار بخورن دیگه معده‌شون عادت میکنه، دیگه غذای خودشون به دهنشون مزه نمیده. من نمیدونم. ببین پسرم، من به سن و سال تو بودم این کارو حرفه کردم، یعنی رفتم سراغش که یاد بگیرم. مدت چند سال زحمت کشیدم، این کار دوره داره، باید زحمت بکشی فنونش یاد بگیری تا مثل من بتونه به اجرا کنیم. Thank you.
پول چی؟ این صندوق باش میبندی. گفلش که گفله. خیلی هم معموله هیچ نیست. خسرو جون، این ولش کن. خسرو جون، قربونت اینو خاموش کن، من کار دارم، زندگانه مونده. چیه جانم؟ بفرمایید چیه؟ ببین این، میخوام ببینم این گفوله. خب، مشکلش چیه؟ اشکالش چیه؟ گفت چی میکنه؟ الکیه، وا میشه. الکیه؟ آره. ببینم. نگاه کن، گفت نمیشه، الکی گفت میشه. دست میزنه وا میشه. اشاره بهش میکنه وا میشه. آره دیگه، این بله، اینو خارشو در آوردن. مگه گله که خارشو در آوردن؟ گفوله بابا جون، گل نیست. ولی اونشو دیگه نمیدونم من. یعنی چه خارشو در آوردن؟ چیکار باید بکنم؟ خارشو در آوردن، راحت باید میشه. خب پس چیکار باید بکنیم؟ باید خارشو بندازی؟ باید خارشو درست کنم وسط. باید بذاری اینجا وسط درست کنم. پس بگو، کلچش همینه. گفوله الکی گفت میشه، ولی هر وقت دلش میخواد با یه اشاره باز میشه. آره این گفولی که سالم سالمه، این هیچی. من رفتم تو اتاقش نگاه کردم، بیزگالش بیزگاله بود. بیزگاله رو آوردم بیرون، کله بیزگاله رو گرفتم، زیرش نگاه کردم، بالاش نگاه کردم، همه جاش نگاه کردم. گفتم شب کامپیوتریه، دیدم نه، خیلی بیزگاله معمولیه، هیچ فرقی هم نمیکنه با بیزگاله های دیگه، فقط گفولش فرق میکرد. این گفولش داده تو خرابش کردن، خارشو مخصوصا خارش در آوردن، فکر میکنه گفوله ولی گفول نیست، اشاره میکنه باز میشه. من چیکار کردم؟ آزارم کن، داره خفه میشم. بیا بیرون دیگه. نمیشه، تو دیره قفش کردی. بازش کن. سره نمیتونه بازش کن. گلف گیر کردی. انا گارسون، انا گارسون، بیا اینجا. جمع کن بساتتو بزن به چاک که آبرو برای هتلو نذاشتی. آبروی خودم رفته. به درک؟ گفتم بهترین و زرنگترینشو بفرست. ببین کیو فرستیدن؟ آقای راجو؟ آقا تقصیر من نبوده، یکی قلفو دستکاری کرده. برو آقا، از جلوتشم دور شو. ردش کن بره آقا، ردش کن بره. یه ثانیه هم نمیخوام توی هتل بمونه. بساتو جمع کن با اون بازش، بده زیر بغلش، بره پی کارش. برید از میگم آقا نمیخوای یه فرصت دیگه بهش بدی؟ نه جونم، آبرومو کم زیاد کرده. یعنی چه؟ چش آقا بفرمایی آقا. خلاصه بیزگالهه شده بود شعبد باز ده. از روی میز میرفت، از زیر میز در میومد. چی بجم دیگه؟ رستوران و هتل آقا رو ریختیم به هم. گناه داشت پیرمرد، آخه اون چه گناهی کرده بود؟ آره من خودم هم همه نظر شما رو دارم، راست میگی. ولی آخه اونم کارش کله بازیه. الکی بزن که سر مردم جمع کنه، سر مردم کولا میذاره. این کارا رو واسه تماشا میکنم. من خودم وقتی بچه بودم میرفتم تماشا خانه، اینا رو میشستیم تماشا میکردیم. راست میگی، من یادمه. یادت میاد یه روز برمیگشتیم، من خواستم ادای اون شعبد بازه تو تئاتر در بیارم، نزدیک 7-8 تا توپ تخم مرغ خوردم. چی؟
کارای شد، یادتی؟ بله، سه تا لیوان روغن کرچک دادم تا راحت شد. نگو، یادش میفتم حالم به هم میخوره. راست بگی، راست بگی. ساعت میشم یار گلنده توز المسون، یار گلنده توز المسون. سیریوس؟ بله آقا بی. بیا اینجا رو مرتب کن، مهمان داریم حبیب خدا، اونم دوتا. شبانه روزی کن دیگه بابا. مستر رازو خان، شبت بخیر، چی شده؟ بیرونت کرده هتلیه؟ چرا اینجا نشستی؟ بله. اه؟ بد آوردم. چرا؟ چی شد؟ معلوم نیست کدوم شیر پاک خورده ای؟ بساط من ریخ به هم، قلف صندوق و دستکاری کرد، جلو انظار تماشاچی منو سکه یه پول کرد، همه یه کارام لو رفت. ایشالا به زمین گرم بخوره. ایشالا تقاصشو پس بده. حالا بعد از یه مدتی گفتم بیام بلکه سر کار، بلکه بتونم یه جهاز جزوی برای این دختر گلم جمیله درست کنم که بلکه بتونم برفسمش بره به خونه بخت. اینم که نشد، حالا با چه رویی برم خونه؟ شما؟ تازه یاد افتاد شما. بریم، من امشب و پلما مهمون ما باشین، غذا جا حسابی زندگانی بکنم تا فردا بالاخره یه تکلیفی چیز روشن بشه، منم خودم به تو معرفی میکنم. در ضمن اونجا نشد اینجا. چرا الکی برمیگردی اسمتی میذاری رادجو خان؟ دخترم گفت بابا من با یه خانواده خوب میخوام وصلت کنم. گفتم خب حالا که دخترم میخواد سر سامان بگیره، من هم یه چند سالی به خود بیام و یه کاری انجام بدم، بلکه بتونم جایزه این دختره رو درست کنم. اینم که نشد. خدا بزرگه، اصلا فکرش نکن، گستشم نخور. اونجا نشد اینجا. به نظر من بیا همینجا کار کن، خیلی هم خوب میشه. عالیه. نه سریوس. ها درسته. بهت قول میدم جای سوزن انداختن نباشه. اینجا کار کنه؟ بله. نه، من اونور که خراب کردم، نتونستم کار کنم، آبرو خودم بردم. اگرم اینجا بخوام مشغول کار بشم، هر کاری انجام بخوام بدم، به جای اینکه بخوام کار منو ببینم، میان منو مسخره میکنن، به من میخندن. اتفاقا ما اون کاری که اون میخواست بکنه رو نمیکنه. چیکار میکنه؟ یه تابلوی بزرگ مینویسیم، میزنیم سردری آلاچیق. خب مینویسیم مردم امشب و همیشب در اینجا شعبده بازی انجام میشود و آخر برنامه شعبده بازی آموزش داده میشود. مردم هم شعبده بازی میبینن، هم یه شعبده بازی یاد میگیرن. ها؟ چطوره؟ خیلی عالیه. دیوونه. ای کی بود میگفت ای پسر روز رنگه؟ خودم. کاملا درست قربان. به نظر بنده هم زده به سرش. یعنی او کسی که این هتلو رو مفت فروخت و در رفت، ای پسر رو خلتر بوده. بله قربان، همینطوره. میگم یعنی ای بابا نفهمیده که دیشو آبر هتل ما رو به باد داده؟ فهمیده، 100% فهمیده. فکر نمی کنم کسی بره کار ای بابا رو ببینه، مگه ای که مثل خودش خل دیوونه باشه، زده باشه به سرش. دستمال قرمز، یه دونه دستمال سبزه،
به این شکل که میکشیم ببینید رنگش عوض